خلاصه بازی پرگل هنگ کنگ ایران. یه پیشبازی بگم بعد دیگه میریم سراغ اتفاقات و خلاصه این مسابقه. از چارچوب هفته پنجم مقدماتی انتخابی جام جهانی 2026 و در گروه ای، تیم ملی فوتبال کشورمون باید در هنگ کنگ به مسافه این کشور آسیایی بره. دیداری که در بازی رفت و تو تهران با برتری پرگل 4-0 شاگردای امیر قلعه نوی به پایان رسید. تیم ملی با کسب 3 پیروزی و 1 تساوی و با 10 امتیاز و با تفاضل گل بهتر نسبت به ازبکستان در رتبه اول جدول گروه خودش قرار داره و برای اینکه رتبه خودشو قبل از بازی با ازبک‌ها در خطر نبینه باید از صد میزبان خودش بگذره. تیم ملی ایران تو چند وقت اخیر 2 بازی با هنگ کنگ داشته و برای سومین بار به مسافه این تیم میره. سپیدپوشان ایرانی در بازی رفت با نتیجه‌ای که گفتم از صد هنگ کنگ به راحتی گذشتن، اما تو بازی دوممون که در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا در قطر بود، تیم ملی به سختی و با تگل مهدی قائدی که تو ترکیب امروزم قرار داشت تونست به برتری برسه و باید ببینیم در سومین بازی تو مدت اخیر نتیجه چگونه خواهد بود. دو تیم 8 مرتبه مقابل همدیگه قرار گرفتند که نتایج به طرز یک طرفه‌ای به سمت یوزهای ایرانیه و تیم ملی در 7 مسابقه به برتری رسیده و فقط یه بار تو یه مسابقه دوستانه که 47 سال گذشته برگزار شده با یه گل شکست خورده. همچنین تو این 8 بازی تیم ملی 17 بار دروازه حریف رو باز کرده و فقط 2 بار دروازش باز شده. هنگ کنگ اما سرمربی خودش رو نسبت به 2 بازی اخیر تعویض کرده و با کادر فنی جدید برای اولین بار مقابل ایران قرار میگیره و از اون طرف هم امیر قلعه نوی در سومین تقابل خودش به دنبال سومین پیروزی برابر این تیم. برترین گلزنه ایران مقابل هنگ کنگ هم سردار آزمون و غفور جهانیان. حالا سردار آزمون رکوردش رو بهتر کرد. ترکیب هنگ کنگ رو کاری نداریم، اما در ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمون پیام نیازمند تو دروازه است. آریا یوسفی، محمد امین حزباوی، شجاع خلیلزاده، ابوالفضل جلالی، محمد قربانی، سامان قدوس، علی جهانبخش، مهدی طارمی، مهدی قائدی و سردار آزمون 11 بازیکن منتخب امیر قلعه نوی رو تشکیل دادن. بی وقفه بریم سراغ این مسابقه با گزارش بهنام مهدیزاده عزیز ببینیم و برمیگردیم من نظر خودم رو میدم. لوکتان، سیاکوانچان، جونینیو، ماتو اور و چون مینگ. اون اسامی بازیکنای دورگه که میرسیم یه نفسی به راحتی میکشیم. سرمربیشون هم ولفگان لوسی است که همین چند روز پیش به جای یورن اندرسن نروژی آلمانی که تو جام ملت‌های آسیا هم سرمربی هنگ کنگی ها بود قرار گرفته. و ببینیم که تقابل تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل هنگ کنگ چه نتیجه ای رو در بر خواهد داشت. وسط زمین توپ در اختیار بازیکنای ما هست. مهدی طارمی یه لحظه توپ از پاهاش فاصله گرفت، بازم توپ در اختیار بازیکنای ما هست. سردار آزمون درون محوطه جریمه موقعیت است. حالا این ضربه خطرناک، توپ به تیر دروازه برخورد کرد. کماکان فرصت هست. حالا این ضربه به توپ بسته شد دروازه هنگ کنگ برای لحظاتی. چه توپی در آورد هنگ فایاب. خود ابوالفضل جلالی با پای چپ توپو میفرسته، ضربه سر اول رو مدافعان هنگ کنگ میزنن. یه نیمچه برگردون، کماکان موقعیت هست اونجا، توپ تو دروازه قرار میگیره یا نه. بازم کورنر، دست پاچه توپو به کورنر فرستادن مدافعان هنگ کنگ. مهدی طارمی توپو میرسونه به قائدی سمت راست، یه موقعیت هست، یه ارسال، یه لحظه توپ برخورد کرد به دست مدافع هنگ کنگ و پنالتی برای ایران. خطای هند لئون جونز، یه نگاهی هم به کمکش انداخت قاسم مطرعلی، نقطه پنالتی رو نشون داد. روی این ارسال کاملا هم مشخص بود. یه نفس، حرکتشو انجام میده مهدی طارمی، میزنه با توی دروازه، گل برای ایران خلاف جهت حرکت هنگ فایاب. گل اول برای سفیدپوشان ایرانه. خوشحالی بچه هامون، عالی کار کردن تو همین 10 دقیقه اول بازی، اصلا حریف و دست کم نگرفتن. شرایط جدول، نتایج تاریخ دو تیم دلیل نشد تا بچه‌ها دست کم بگیرن هنگ کنگ رو. مسلط پنالتی میزنه مهدی طارمی. پیام نیازمند، توپو میگیرن بازیکنای هنگ کنگ سمت چپ، یه نگاه، یه ارسال زمینی، فرصت، گل برای هنگ کنگ.
ناباورانه دروازمون باز شد. چقدر زود به بازی برگشتن. یه حرکت خوب از سمت چپ، ارسال زمینی و دروازمون باز شد. هی وای ما، دروازه رو باز کرد. غافلگیر شدیم، هم ما هم خط دفاعیمون. تو پیک از آریل یوسفی گرفتن، تو به بیرون هم نرفت. ارسال زمینی و به این شکل دروازه ایران باز شد. رو پاسی که چون لوکتان داد، پاس رو به جلو از محمد قربانی، مهدی قائدی، فرصت هست سردار آزمون در مقابل سه بازیکن، ضربش رو زد و با دست راستش توپو دور کرد. کماکان موقعیت هست، سردار آزمون. چقدر زیادن مدافعان هنگ کنگ. هلیو گونسالوز توپو میرسونه به لئون جونز. گونسالوز کار دفاعی خوب از شجاع خلیلزاده، سمت راست فرصت است و خروج هنگ فایاب. توپو جمع میکنه قائدی، یه نگاه، یه پاس رو به جلو، خود طارمی به توپ رسیده، فرصت هست، دو در مقابل دو. مهدی طارمی حرکت در ارزش، ضربش کم جون بود. خود جونینیو گوشه زمین، ارسالی که انجام شد، نزدیک بود که دروازه خودمون رو باز کنیم. این بار محمد امین حزباوی. تمام بازیکن‌های دو تیم تو محوطه جریمه ما. وچون مینک پرتابش رو انجام داد به تیر یک، یه ضربه سر، فرصت هست اونجا، توپی که برخورد میکنه به مدافعان ما. جهانبخش یه لایی میندازه به بازیکن حریف، طارمی پاس رو به جلو، این بار توپ به سردار آزمون نرسید. تو این سالها تا دلتون بخواد همکاریای قشنگی رو دیدیم از دو مهاجم فوق‌العاده‌مون که کلی بهشون افتخار میکنیم. ضربه بلند است هانگ فایاب، میاد به زمین ایران، ضربه سر رو ابوالفضل جلالی زد. آزمون، سامان قدوس، یه پاس رو به جلو، طارمی، فرصت هست، تک به تک با دروازه‌بان و پنالتی بعدی تو راهه. آره، پنالتی رو عالی گرفت مهدی طارمی. سردار میگه که باید اختارم نشون بدی به گلر هنگ کنگی ها. چقدر این پاسا رو خوب میدن بچه هامون. چه گام های بلندی داره مهدی طارمی و چقدر خوب پنالتی میگیره، این آب خوردن. این بار پاسی که سامان قدوس داد، فکر کنم این حرکت و پنالتی کاملا مشخصه. از این اما هم ببینیم آخرین لحظه توپو زودتر از گلر هنگ کنگی ها زد و پنالتی رو اعلام کرد. مهدی طارمی بازم یه مکس زیاد، یه نفس عمیق، حرکتی که انجام میده مهدی طارمی، حالا ضربش رو راحت میزنه، این بار وسط دروازه. 2-1 برای ایران و میده و در آغوش سردار آزمون قرار میگیره. نمایش خوب از شاگردان امیر قلعه‌نویی، خوب پنالتی میگیره و حالا دیگه تو این سالها خوبم پنالتی میزنه مهدی طارمی. این بار انتخابش وسط دروازه بود، پشت محوطه جریمه. جهانبخش میبره سمت راست، نفوذ خوب، آریا یوسفی، فرصت هست، یه پاس رو به بیرون، چه موقعیتی از دست رفت. فکر کنم طارمی توپو به بیرون فرستاد. چهره محمد امین حزباوی رو داریم میبینیم اینجا. ببینیم مرکز آریا یوسفی، پاس رو به بیرون، طارمی زد و شاید اگه نمیزد حزباوی دروازه رو باز میکرد. اما عمل کرده محمد قربانی اونجا خیلی خوب بود. یه پاس اشتباه، مهدی طارمی سری پاسو داد، آزمون ضربش رو میزنه که از بالای دروازه توپ به بیرون رفت. 3 دقیقه وقت اضافه تمومه و حالا سوت پایان بازی تو نیمه اول رو به صدا در میاره قاسم مطرعلی. با پای چپ یرسال در اون محوطه، فرصت هست اونجا، خیلی راحت ضربه سرش رو زدم و کم جون. باسم محمد قربانی توپگیری، توپو میرسونه به طارمی. تو نیمه اولم خیلی عقب اومد و توپگیری کرد جهانبخش، یه پاس رو به جلو، طارمی موقعیت هست، حالا ضربش رو میزنه که توپش برخورد کرد به چون لوکتان.
یرسال بلند، ضربه سر بعدی از راه رسید توسط شجاع خلیلزاده. تارمی سمت چپ قائدی نزدیک میشه به دروازه حریف، فرصت هست. مهدی تارمی حالا ضربه خطرناک، گل سوم، هتریک مهدی تارمی. یه شب فوق‌العاده رو پشت سر گذاشت. این بار مهدی قائدی پاس داد تا مهدی تارمی کارو تموم کنه. چه آفرینی هم میگه سردار آزمون به بچه‌هامون. تو نیمه اول هم گل خوبی رو زد. البته در ادامه بچه‌هامون به بازی برگشتن و این گل مهدی تارمی خیلی قشنگ بود انصافاً. یه نگاه با پای راست جایی رفت که هرگز به توپ نرسید. تجمع بازیکنان دو تیم، نگاه ها به محوطه جریمه ایران هست. کوتاه به تیر یک، موقعیت هست اونجا برای هنگ کنگ. یه تک موقعیت و گل، گل به سود هنگ کنگ. ببینیم نظر داور چیه. فکر کنم قبلش خطا شد. فعلا که هنگ کنگی ها دارن خوشحالی میکنن. چه کسی؟ آنتونی پینتو، بازیکن 18 ساله تیم ملی هنگ کنگ، دروازه رو باز کرده. اختلاف شد یه گل. یه تک زده شد اونجا، یه صحنه مشکوک. این مسابقه هم که خبری از وی آر نبوده. فعلا هواداری هنگ کنگ خوشحالن تو ورزشگاه هنگ کنگ استادیوم. صحنه آهسته رو ببینیم. اینجا این تکلیک زده شد رو پای علیرضا جهانبخش، اما در ادامه دروازه‌مون باز شد. این تکلیک سیکوان چان زد. ببینیم از این ضربه ایستگاهی چه استفاده خواهند برد. مهدی قائدی یه ضربه سر، موقعیت هست برای زدن گل چهارم. تارمی کلافه کرده مدافعان هنگ کنگ رو. سمت راست آریا یوسفی، نه خبری از کورنر نیست. و آزمون خطایی که میتونه در ادامه خیلی کمک کنه هم به کادر فنیمون هم به بازیکنهای جوونمون. یه پاس رو به جلو، سردار آزمون داره تک به تک میشه با دروازه‌بان، فرصت هست. آزمون، اینم گل چهارم. بالاخره پای سردارم به گلزنی باز میشه. خودش توپو گرفت، انقدر نگه داشت، موقعیت رو به وجود آورد و بالاخره شلیک نهایی رو فرستاد به سمت دروازه هنگ کنگیا تا حالا آرومتر بازی رو دنبال کنن. ببینیم پاس رو به جلویی که گام تارمی داد، سردار توپو گرفت، اذیت کرد و نابود کرد لئون جونز رو و در ادامه ضربش به این شکل رفت تو دروازه هنگ کنگیا قرار گرفت. ضربه کورنر زده میشه رو نقطه پنالتی. یه ضربه سر، فرصت هست اونجا. دروازه‌مون داره تهدید میشه آفساید. این بار شانس آوردیم که دروازه‌مون باز نشد. رو زمین افتاده محمد قربانی. این ضربه سری که زده شد، پیام نیازمند، دروازه‌مون رو نجات داد. در اختیار داره رو به جلو، یه پاس خوب مهدی قائدی. تارمی هم اونجا هست. قائدی ضربه مستقیمش از بالای دروازه به بیرون رفت. این بار سعی کرد خودش شانسش رو امتحان کنه و ضربش رو مستقیم زد. آن حرکت در عرض جهانبخش، کار داره سخت میشه. حالا ساله هردانی، یه نگاه، یه سال، موقعیت. توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت. جواد آقای پور، سینیشی چان توپ رها میکنه. این ارسال، فرصت از اونجا پشت محوطه جریمه. حالا سوت پایان مسابقه رو به صدا در آورد. و اینم سوت پایان مسابقه. برتری تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل هنگ کنگ. چیزی که مشخصه اینه که ما تو خط حمله دست به مهاجمینمون نزدیم. حداقل تو جام ملت‌ها علی جهانبخش و سردار آزمون و مهدی تارمی و مهدی قائدی بودن. در مقابل هنگ کنگ هم همین بود. اما تو ترکیب دفاعیمون دستخوش تغییرات زیادی داشتیم و باگ‌های بسیار زیادی داشتیم. یعنی ما آمیزه‌ای از بازیکن‌های با تجربه و جوان رو استفاده کردیم، مثل زوج
کریم شجاع خلیلزاده و امین حزباوی، حالا آریا یوسفی راست، ابوالفضل جلالی چپ. ولی چیزی که مشخصه اینه که ما هنوز در خط دفاعی ضعف داریم و امیدوارم حالا قلعه نویی و کادر پروپیمونش به این موضوع رسیدگی بکنن، چون ازبکستانی که ما 22 خرداد بازی داریم باشون به مراتب تیم بهتر و جنگنده تریه تا هنگ کنگ و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. خلاصه تبریک میگم به ایرانیا، تبریک میگم به ایرانیای مقیم خارج و دوست داشتید دکمه لایک رو هم بزنید، همین شیرینی شما همین زدن دکمه لایک باشه. نظرتون هم بگید، آیا همین قلعه نویی تیم ملی امیدوارید، امید دارید بهش؟ بنویسید پایین. دمتون گرم فعلا.